متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنونم. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشین و روز به روز اوضاع بهتر بشه و بریم به سمت درست شدن اوضاع و این اتفاقات و گرفتاری ها. کی فکرشو میکرد که دنیا با این سرعت تغییر کنه؟ یه زمانی دست فروش توی مترو میومد میشست روی زانومون میگفت 3 تا 5 تومن، میگفتیم نمیخوایم بلند شو، میگفت 5 تا 3 تومن محله میذاشتیم. الان دست فروش از 20 متری داره نزدیک میشه، میگیم جلو نیا، شماره کارت بده واریز میکنیم. جالبه که دیگه چیزی هم نمیفروشه، راه میره تو مترو میگه کرونا دارن، همه پول میریزن رو سر و کلش، فقط نیاد جلو. نمیخوام بگم که چرا تو این حال و روز دست فروشو دارن کار میکنن، همه میدونید، چون آدم باید زندگیش رو بگذرونه. سوالم اینه که آیا واقعا نمیشه یه جوری ساماندهیشون کرد که هم خودشون در معرض خطر کمتر باشن، هم مردم که چاره غیر از استفاده از مترو و اتوبوس ندارن. یادمه چند سال پیش گفتند که دیگه به دست فروش ها اجازه ورود به واگن رو نمیدیم، اما اون طرح هم نیمه کار موند، یعنی به همه مشکوک می شدن جز دست فروش ها. یه بار یکی رو از قبل از ورود به واگن گرفتن، گفت آقا من دست فروش نیستم. گفتن کولت رو باز کن، کولش رو باز کرد، یه سری شیشه و لوله و ذره‌بین و اینا ریخ بیرون. گفتن چراغ قوه فروشه، اینو ببرید حراست. طرف لوله و شیشه ها رو سرهم کرد، شد یه تلسکوپ 3 متری. گفت دکتر شهروز هستم، کاشف سیاهچال های فضایی دیمیتری. 2 دقیقه بعد همون دکتر شهروز توی واگن داد میزد تلسکوپ 3 متری با یه ناخونگیر 20 تومن. آره، نظرات شما رو بخونیم. بعد از این دوران میخوام یه کمپ ترک اشتباه بزنم. مطمئنم تو قرنطینه همه نشستن به اشتباهاتشون فکر کردن، میخوان ترک کنن. وضعیت کرونا توی ایران اگه همینجوری پیش بره، از هفته بعد روزانه 40 نفر هم بر اثر کرونا به دنیا میان. مدیری جمله ولش کن اگه بخواد خودش برمیگرده رو تو میدونی اولین بار کی گفت؟ چون این جمله کلن گن زده به همه روابط. مدیری خیلی دلم میخواد یه بار صدات کنم بزرگوار، بعد یهو برگردی بگی بله نور دیدم. سال 99 از لنگ ظهر شروع میشه، هر کی بگه صبحش رو دیده دروغ میگه. بابام از ترس کرونا سر کار نمیره، تلفن رئیسش هم جواب نمیده، مامانم هم تلفن صابخونه رو جواب نمیده، منم رفتم زنگ در خونه رو قطع کردم، الان نشستیم دور همه میبینیم، فقط خدا کنه برقمون رو قطع نکنه. مدیری چرا وا نمیدی محسن رو بیاری؟ نمیدونم کیه. آره، یه جوری همه برگشتن سر کار، دیدین؟ که نه تنها کرونا ریشه کن شده انگار، بلکه آنفولانزا و بواسیر هم از بین رفته. همه چی؟ همه رفتن سر کار. حتی اونایی که 40 سال مغازه هاشون رو بسته بودن هم الان باز کردن. طرف یه گردگیری کرده، میکروفون رو برداشته رفته رو صحنه، گفته و اینک این شما و این ملکه صحنه ها. سری گرفتن کشیدنش پایین، گفته آقا مگه خودتون نگفتین از سرگیری تمام فعالیت ها؟ البته اگه رعایت کنیم خب واقعا جای نگرانی نیست، به خصوص که الان یه مدل خمپاره انداز ساختن
فرد مبتلا به کرونا رو از 500 متری تشخیص میده، یه خمپاره ول میکنه براش که تا شعاع 1 کیلومتریش همه تیکه تیکه میشن. به امید خدا اگر این اختراع به تولید انبوه برسه، نسل کرونا و بشر به صورت همزمان منقرض میشیم، میریم پی کارمون انشالله. حالا کار به اونجاها که انشالله نکشه و با همین دستکش و الکل حل بشه. بعضیا انصافاً دارن رعایت میکنن. چند وقت پیش یکی از دوستان منو دید، اومد جلو 3 تا ماچ کرد. هر یه ماچی هم که میکرد یه پیف الکل میزد به لپم. تهش هم برام محکم کاری پتو انداخت روم، گفت دمات که رفت بالای 40 بی بیرون. بعدش هم زیاد رو این ژل‌ها و ضد عفونی کننده ها حساب نکنید. با این توانایی هایی که اخیراً از کرونا رو شده، احتمالاً تا چند وقت دیگه میگن الکل نه تنها از بین نمیبرتش، بلکه شوخ و شنگش هم میکنه. خلاصه اگه یه وقت دیدین از ریه‌تون صدای بهنام بانی میاد، تعجب نکنید. یا آقای خانم بفرمین، خانم بفرمین، بفرمین. خوش آمدین. یه بار دیگه اومدین بالا و بله. شما هم همسر هستن. بله. خیلی هم خوش آمدین، چه اتفاق عجیبی. شغل شما چی بود؟ آزاد هستیم. آزاد شما؟ من که دانشجو گفتم. دانشجو؟ معروف‌ترین قهرمان اتومبیل رانی جهان یهو رفتم سر اصل مطلب. شوماخر. بله. و خرچنگ چند تا پا داره؟ حالا که شما خانمشون هستین. خرچنگ 8 تا. 8 تا؟ چرا گفتین 8 تا؟ شبیه 8 پا نیست؟ خرچنگ شبیه 8 پا خانم؟ نمیدونم چند تا پا داره. خرچنگ شبیه 8 پاه. 8 پا از این سالونه بزرگاش. 10 تا. خب 2 تا دیگه، 2 تا فرقش بود. 2 تا اب نداره. اشکال نداره. 2 تا اب نداره. توشک ورزش جودو رو چی میگن؟ نمیدونم. سال ورزشی نپرسید اصلا. ورزش خیلی تاتامی خیلی معروفه. ورزشی کل. ورزشی نیست. اصلا ورزش نمی‌کنین. اصلا. شما ورزش ورزش خاصی نمی‌کنین. پیاده روی می‌کنین. خسته نباشی. سلامت. چند کیلو این؟ بنده 110 با اجازتون. 110 کیلو. چند مترین؟ 1.80 تقریبا. 1.80 در 110 کیلو. کتاب هکل بریفین. نمیدونم. خیلی سخت شد. مارک توین. با سعادت ترین مردم جهان در سال 2020 شناخته شدن. کدوم کشور؟ فنلاند. فنلاند. آره. هیچی دوست ندارین جواب بدی. ورزش هم نمی کنی. 110 کیلویی و پیاده میریم با هم. گرونترین ادویه جهان. ادویه؟ بله. زعفرون؟ نه ادویه. زعفرون که ادویه نیست. زعفرون چیه؟ ادویه نیست؟ نه شما میگین ادویه نیست. حتما زعفرونه دیگه. پس شما چیه؟ میگی. همون ادویه است. زعفرون. زعفرونه؟ زعفرونه. از پایین میگن شما میشنن. نه من نشنیدم. نشنیدم. نه. کسی نگو. پایتخت اسپانیا. همجوری 110 کیلویی و هیام میای بالا. مادرید. بله بله. همه رو جواب دادن. اینجوری که من یادمه فقط یه دونه رو جواب نه. اونم گفتن. زعفرون هم بالاخره گفتن. وزنشون هم با قدشون به نظرم متعادله. یعنی اولین هم گفتن. خیلی متشکرم. آقا بهتر بودن؟ خانم بهتر بودن؟ یه اندازه است. حافظ رو نپرسیدین؟ حافظ بفرمایید.
خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. از زوالش حفظ کرده بودین برای امشب. برای امشب خیلی ممنونم، اجازه بدین بفرمایید. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خب یه کمی از ویروس و بیماری و اینا بیایم بیرون، سعی کنیم حرفای قشنگ بزنیم. حرف قشنگ زدن هم واقعا هنریه برای خودش. اونهایی که بلدن قشنگ حرف بزنن همیشه چند فرسخ از بقیه جلوترن. همین چند وقت پیش روز سعدی بود. واقعا اگه ما آقایون یک ده هزارم لطافت سخن سعدی رو داشتیم، دیگه پرنده تو این دادگاه خانواده پر نمیزد. آقاه میخواد رابطه رو تموم کنه، داره میگرده فکر میکنه، بعد میگه ما به درد هم نمیخوریم، این ازدواج از اولش هم اشتباه بود. خانم لج میکنه میگه ای اینجوریه، حالا بچرخ تا بچرخه. سعدی اینجور وقتا چی میگفته؟ میگه من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. نگاه کن، یعنی یه جوری جدا شده که لذت جدایی تا 20 سال زیر دندون خانومه بوده. یا مثلا آقاه بر میگرده میگه این چیه پوشیدی برای مهمونی؟ برو یه چیز پوشیده تر بپوش. خانوم ناراحت میشه، دعواشون میشه. سعدی چی میگه اینجور وقتا؟ میگه دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت را، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. واقعا ضروریه که یاد بگیریم از سعدی. 13 به در، خانم میگه پاشو بریم بیرون. آقاه میگه من بیرون نمیام، ناراحتی برو خونه پدرت. سعدی در این موقع ها چی میگه؟ میگه ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. اینو اگه بگین نه تنها بیرون رفتن کنسل میشه، خانم میره تو آشپزخونه 3 ساعت بعد با قرمه سبزی و برنج زعفرونی برمیگرده. یاد بگیریم از سعدی، لااقل برای راحتی اعصاب خودمونم که شده یکم سعدی یاد بگیریم. مهمان داریم، چه مهمان عزیزی، چقدر دوستش داریم. در سریال هیولا خیلی درخشید و خیلی دوستش داشتین. بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درجه 1، شکیب شجره. خیلی خوش آمدی. فدات میشه. خیلی خوش آمدی. عزیز. قربونت. خیلی خوش آمدی. اگر سلامی هست. اول سلام خدمت شما. امیدوارم که خیلی خوب باشید واقعا. خیلی خوشحالم که امشب اینجا. مرسی. از ته قلبم میگم. بعد سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های محترم و تماشاگران عزیزتون. امیدوارم که خوب، سر حال و سر زنده باشید و خیلی دوستتون دارم. این خیلی هم که میگم. این میذارم که تأکید به جد تأکید بشه. خیلی ممنون که آمدی قربان شما، خیلی و امشب به ما انرژی میدی. و چقدر دوستت داشتن مردم در سریال هیولا و چقدر درخشان بودی در این کار انصافا. حالا به این سریال هم و این نقش هم میرسیم، ولی گفتگو نکردی تا حالا؟ نه، تا حالا هیچ وقت گفتگو نکردی. در واقع این اولین گفتگویی که در زندگیت انجام میدی و چقدر خوبه. و چقدر چیزها هست که با راجب شکیب جان نمیدونیم. تحصیلاتی که در این زمینه داره در استرالیا، در واقع مدرک بازیگری تئاتر رو گرفتی از ملبورن و از وولونگانگ. از وولونگانگ. وولونگانگ نزدیک سیدنی. سیدنی بله. و خیلی کارا، پیانیست درجه 1، خواننده درجه 1،
تدریس میکنه بازیگری رو سالهاست و خیلی چیزه. حالا من این مقدمات رو گفتم ببینید چقدر همیشه فروتن بوده که گفتگو نکرده و اینها رو نگفته. از کی وارد این حرفه شدی؟ یه چیزی بگم جا، من هر وقت این مبل شما رو میدیدم از تلویزیون، چون آخو بعضی از مهموناتون خیلی احساس میکردم سختشونه، همش دوست داشتم بشینم ببینم چه حسی بهم. الان چه جوریه؟ پدر خواندم. آه آره قشنگ حس میکنم که خیلی درست و خوبه دیگه. من بعد بپرسم چون یه دهه میان جلو آره نمیدونن چیکار کنن، دوباره میرن عقب. آره حالا هی راحت تر میشی صبر کن. آره از کی وارد این کار شدی؟ من 18 سال و نیمم بود. خب یعنی الان متولد 1/6/68 ام. 68 میشه چند سال؟ 31 سال. شهریور میشم 31. 31 خب 36 ماه هم الان اینجوری. خب بعد از 18 و نیم وارد شدم و رفتم دو جا تست دادم، یکی مؤسسه آقای تاروخ، بعد یکی هم مؤسسه آقای سمندریان. و اتفاقا خیلی خاطره جالبی هم هست برای جفتشون، خیلی اتفاق خیلی جالبی بود. من رفتم مؤسسه آقای تاروخ، بعد خب اینجوری نبود که مثلا تک نفر باشه و اتود بزن و چه فضا بدن و اینها. 8 نفر نشسته بودیم، بعد آقای تاروخ هم نشسته بودن اون رأس ماجرا و منم دقیقا اگه اونجا در نظر بگیریم اینجا نشسته بودم. و آقای تاروخ شروع کردن، گفتن که خب به یک کسی گفتن که بگو که دیروز ناهار چی کار کردی، چه سور و ساعتی چیدی، و گفتن به مثلا ایشون بگو. بعد ایشون داشتن میگفتن، بعد یهو خودشون با یک کسی دیگه شروع کردن صحبت کردن. بعد یه 5 دقیقه این داستان رفت جلو، یهو گفتن استاپ. بعد به من گفتن که بگو. گفتم چی بگم؟ گفت همه این اتفاقاتی که الان شنیدی رو بگو. من خوش شدم وایستادم. من آخر اینو بگم، من همون 18 تا 20 یه چیزی داشتم از نظر استرس. وقتی که استرس بهم وارد میشد کل بدنم ریاکشن نشون میداد یهو. بعدن من میفهمیدم ای مثلا برای آیه تاروخ به من گفتم بگو، من خوش شدم وایستادم. بعد آیه تاروخ اینجوری کرد، من گفتم، دوباره گفت، گفتم من آخه صندلی یه جوری بود که من خواستم که جابجا شم و بعد دوباره بشینم. دوباره نشستم و شروع کردم تمام اون چیزای اون اتفاقا رو براشون گفتم. تمام شد اومدیم بیرون، آیه تاروخ به من گفتن که خیلی خوبی، خیلی با استعدادی، قبولی، ولی متاسفم برات. گفتم چرا؟ گفتن که تو هیچ وقت بازیگر سینما نمیشی. بعد گفتم برای چی؟ گفتن برای قدت. من دوباره بدنم ریاکشن نشون داد، نشستم. بعد یه های تاروخ گفت منم از پایین بالا رو گفتم کفشم رو ببندم، بندش رو بستم و بعد گفتم که خیلی لطف دارید، ممنونم، ولی الان خود داشتی تونستم که تو سینما و دیدم که وزیگر قد بلندتر از من خیلی هستم. یک پشت دو نوم برام افشاری هم این مشکل رو داشت دیگه. بله بله. گفت همیشه از اینجا به بالا تو کادر نیست، هر جوری کادر رو میبندن مشکل دارن. و بعد اونو قبول شدم. دو روز بعدش رفتم مؤسسه آقای سمندریان و اونجا هم دوباره همین مشکل زد بیرون، چون خب آقای سمندریان خیلی بر من ابهت داشتن. آره واقعا خدا بیامرزتش. برگمو دادن، فرم پر می‌کردیم، همه هنرجو نشستیم، اون تک نفره بود و خیلی واقعا استرس بود برای من چون هیچ کاری هم نکردم. این استرس دیگه از بین رفت تا 20 سالگی داشتی. بله بله بعد رفت دیگه، تموم شد. بله. چی کار کردی که تموم شد؟ خودش یهو و خودش. تمرینات تئاتر ریز ریز باعث شد که من کلا محو شد. اونم دقیقا همین اتفاق افتاد. آخه لای در باز بود، هر هنرجویی که میرفت و آقای سمندریان میخوندن، بعد صداشون میکردن، میرفتن میشستن رو بروشون. من داشتم میدیدم، بعد پرونده منو بردن تو، بعد من رفتم تو، آقای سمندری بلند شد، من نشستم. بعد گفتم بیا خدا برای چی آقای سمندریان بلند شد تو نشست؟ آره آقای سمندریان بلند، من دم در نشستم. بعد آقای سمندریان گفت چی شده؟ یه نگاهی به هم کرد. من واقعا خوشحالی. بعد گفتش که من میخوام کتم رو در بیارم. بفرم. داشتم میومدم وسط راه دوباره بلند شد آقای سمندریان و من دیگه اون دفعه رو صندلی نشستم. خدا رو شکر چون رسیده بودم به صندلی. فکر میکردن که
صدرالدین شجره پدر منم. خیلی گرم گفتن که سلام برسون و خیلی دلتنگیم و خیلی دلمون تنگ شده و کلی سلام و احترام برسون و همه اینا. حالا آقای صدرالدین شجره اصلا پدر من نبودن، عموی پدرم بودن. بعد من اونجا جرأت نشدم بگم که سالهای سال ما با هم در رادیو کار کردیم، همکار بودیم و چه انسان نازنین و باسواد و درجه یکی بود. خیلی زیاد واقعا. آره نمیدونستم اینو. خب و من تمام مدت اونجا اصلا به اتودی که به من دادن فکر نکردم. فکر این بودم که من با چه جرأتی میتونم بگم که صدرالدین شجره پدرم نیست. آخرش دم در گفتم که راستی یه چیزی برم نگشتم. برگشتن بعد گفتم که من صدرالدین شجره پدرم نیست، خداحافظ. در بستم. خب و بعدش هم قبول شدم ولی جفتشو نرفتم. پول نداشتم. پول نداشتم. بله. تست این گوی آها. تست بده چیکارش کنم؟ گویه رو، گویه رو فقط صندلیه رو دیدی چجوری روش میشینم؟ برنامه رو ندیدی که ما تست میگیریم؟ چرا میخوای پاشی وایسی الان؟ نه استرس نداری؟ نه مشکل رفت شد دیگه یکم. ولی خب در مورد صندلی یکم دستش نوچه. نوچه؟ آره بخاطر الکله. نه الکل اصلا یکم زیاده این نه الکلای ما نوچه آخه. نه چون خیلی درصدش بالاست و اینا اصلا کلا این هستش. این برش کم حالا این برش این برو بیشتر زدم. الان من اتود با صندلی زدم دیگه. آره چون باورپذیر بود جفتش. این که این گوی بله در واقع دارم بلندش میکنم یه نشد. میخواست با نگاه بلندش کنه. آره نشد. تو لیسانس فیزیک داری؟ فیزیک دکترا دارم در واقع. 7 سال طول کشید. 7 سال لیسانس طول کشید. خیلی خوب. از این موهاش خیلی قشنگه. آلمانی زده. چشم عباشم خیلی خوشگله. دوستت دارم. عزیزم. مشکل داره اصلا. شخصیت این گوی چه شخصیتیه؟ من خیلی زیاد یاده. مرده یا زن اولا؟ مرد. مرده؟ بله بله. چه شخصیتی داره؟ احساس میکنم که بیرونش با درونش با هم یکیه. یکیه؟ آره. میتونم خیلی راحت واردشم و باش صحبت کنم، رو حرفش حساب کنم و دوستش داشته باشم خیلی زیاد. دارم میرم جلو زیاد دارم. بگور؟ آره بگم. قدش از من کوتاه‌تره و میتونیم دوست خوبی برای هم باشیم احساس میکنم. اصلا گیر داده به گویه. اصلا دیگه بحث تست نیست. خب لیسانس فیزیک رو که گرفتی که 7 سال طول کشی؟ من از 86 رفتم دانشگاه. 7 سال بعد. چرا 7 سال طول کشی؟ من موازی باهاش میرفتم دانشکده سینما و تئاتر. نه اینکه اونجا دانشجو باشم. چون اولین تئاترمو تو دانشگاه علوم تحقیقات خودمون بدون اینکه هیچی بدونم، یعنی بعد از اون داستانی که برای تستا رفتم خودمون یه تئاتر را انداختیم. و کارگردانش هم مشخص نبود، زیرزمینی. اول نمایشنامه همه دوستا که دوز نیستند داریوفو و همه زناشو کردیم مرد با پستیج و لباس بیرونی و صدا هم همه زنونه. بعد برای اولین بار من جلوی 300 نفر رفتم، پامو گذاشتم رو صحنه، دیدم 300 نفر تو سالونم. نشستی همون؟ آره نشست. گفتم اونا گفتم. بعد از اون از طریق یکی از دوستا معرفی شدم به دانشکده سینما و تئاتر. رفتم سر کلاس ها. اونجا فکر میکردم من دانشجو اونجا. استاد حسفم میکردن، میگفتن شجره نیمده خیبت، بگید دیگه نیاد. تو کارهای کلاسی کار میکردم و بعد این ور ولی خب مونده بود دیگه، مثلا ترمی نیم واحد یه وقته. از استرالیا بگو کی رفتی، چی شد که اونجا درس خوندی؟ من استرالیا رو تو ایران خب خیلی من واقعا کلاس رفتم و دوره رفتم و ورکشاپ رفتم و
و یه جایی فکر میکردم که میشه که یه سری چیزهای خیلی عجیبی بتونم تجربه کنم، مخصوصا در مسیر تحقیقاتی که داشتم انجام میدادم در زمینه بازیگری. و تحقیق کردم تو استرالیا، دیدم اون دانشگاهی که نزدیک به کار تحقیقی من و مسیر بازیگری من، گفتم که این. و خیلی هم سخت تونستم برم، چون لیسانسم فیزیک بود و برای اپلای کردن باید حتما رشته مطالعه. چند سال اونجا بودی؟ یک سال. بله. و تدریس هم میکنی؟ بله. اون چه جوریه؟ یعنی ورکشاپ برگزار میکنی؟ من ورکشاپ، بله، بیشتر ورکشاپ. و یه متدیه به اسم امینترا که اونو تونستم تو ایران ثبت کنم. تو استرالیا هم اونو تو دانشگاهمون ورکشاپ گذاشتم، بعد تو ملبورن توی یک مؤسسه بازیگری اونجا ورکشاپ گذاشتم. قبلش هم تو ایران گذاشته بودم تو مؤسسات بازیگری، بعد وقتی که برگشتم تو ایران دیگه ثبتش کردم و همون رو تدریس میکنم. این متد رو خیلی کوتاه میشه راجعش بگی؟ من احساس میکنم که، یعنی بعد از اینکه کلی متدهای مختلف خوندم و کار کردم، هم پرکتیکال هم تئوری، یه سری سوالا برام واقعا به وجود اومد. یه سری سوالا که برای همه بازیگرا به نظرم هست و نقطه‌های گنگه و آدم یه سری چرایی‌ها داره که اون اتفاقا اون چرایی‌ها خیلی بنیادینن برای انسان، بر مخصوصا برای بازیگر. بعد از اون شروع کردم خودم تحقیق کردم به دنبال سوال ذهنم. رفتم جلو و در نهایت میتونم، چون خیلی مبحث گسترده، یه 2000 صفحه در موردش نوشتم، میتونم بگم هر اون چیزی که یک بازیگر داشت باید داشته باشه برای خلق کردن یک کاراکتر میتونه توی اینجا، توی این متد آموزش ببینه و بعد از تمریناش میتونه این اتفاق براش بیفته. متوجه شد. آدم جدی هستی؟ آره، بینا. سر کار نبودی؟ نه. بینا. آدم شوخ و شلوغ و پر انرژی و خیلی پر انرژی. شر گاهی؟ شر که خیلی زیاد داره. من خاطرات بچگیم هم دقیقا شر بودی؟ اصلا خیلی زیاد. سگ گازم گرفته، سوختم، پاهمو آهم بستم، لکنت زبون گرفتم، همه اینه تو بچگیم. چی کشیدن خانواده؟ واقعا یه بار یه میوه خوردم از یه درختی بوته تو خیابون، همینجوری بچه بودم، کهیر زدم. به دوستام هم میگفتم بیا گوجه سبز بخور، یه بوته بود. بعد خوردم، رفتم خونه، کهیر زدم. بعد مامانم اینو گفتن این چیه، دکترها گفتن این چیه، بیمارستان گفتم من نمیدونم این چیه، گفتن چی خوردی، گفتم این چی، موش آزمایشگاهی بودم، هی روم آمپول میزدن و اونم نمیدونم چی شد، یهو خوب شد. خوب شد. آره، 5 روز بیمارستان خوابیدم، بعد یه هفته بعدش هم مرخص شدم و فرفت تو. سگ گازت گرفت؟ بله، اساسی. بله. آره، فوتبال بازی میکردیم تو مدرسه، بعد توپ افتاد تو باغ، همه قد بلندتر، کیه؟ من. برو پایین. رفتم از باغ پایین، همین که پامو گذاشتم دو جفت گوش اومد بالا. واقعا تو اون لحظه این تصمیم رو گرفته بودم، یا باید فرار کنم، چون یه جا هم شنیده بودم خودتو بزن به مردن، سگ میره. ولی اون تو خیابون بود، نه تو باغش. تو باغ خودشو زده به مردن. بعد یا اینکه درم. توپو برداشتم، انداختم، سگا اومدن. از دیوار که داشتیم میرفتیم بالا، یعنی من خودم تنها، مربیم هم دستشو اینجوری ورده بود، دستتو بده. من دستمو که دادم بهش، پای چپمو گرفت. بعد همینجوری تو دهنش مونده بود. بعد مربیم با سنگ و اینا میزد، اصلا انگار نه انگار. منو کشید، سگم با من اومد با پام. بعد نمیدونم چی شد، سگ جدی یهو بی خیال شد. تلخ بود، بدمزه بود گفتی. ولی به شریه من نبودی. اه. من یه بار سگ گاز گرفتم. تو بچگیم. و میخواستن سگو نجات بدن و با من کشیدنش بالا. من آویزون بودم. من یه چیز غریبی بودم. آره. خیلی هم بدن منعطفی داری. ورزش میکنی؟ نه. تمرین بازیگری. تمرین بازیگری؟ 4 روز در هفته. اعتقاد دارم، آخه من معتقدم که بازیگر این پیانیست، این خواننده، این یه کسی که به هر حال تخصصی داره در یک کاری باید همیشه تمرین بکنه. آره. وقتی که میبینم و میخونم که استانیسلافسکی 70 سالگی هنوز تمرینه، چون شلیه زبان گرفته بود داره تمرین زبان میکنه، میفهمم که باید بازیگر مداوم. و تمرینات هم شامل تمرینات بدنی و بیان، متدهای مختلف، همین متد امینترا
چقدر عالی؟ مدرم. چقدر عالی؟ و پیانو هم؟ پیانیست نمیتونم بگم هستم. آره ولی؟ ولی پیانو میزنم. سال هاست که؟ بله بله. کلاسیک؟ میزدم قبلا 12 سالگی اینا. بعد دیگه بیخیال شدم در واقع یه جورایی ول کردم و دیگه خودم. آه. من هر کاری میکنم این مدیر درسته بازیگری. هر چی. من واقعا چون اینو دارم جدی میگم مجنون بازیگری هم یه جورایی. نه که فقط بگم و نه. شب که میخوابم بامه. آخه یه وقتایی آدم تلاش میکنه. به نظر هر چیزی که آدم تلاش کنه یه جا خسته میشه و نیاز به استراحت داره. ولی برای نفس کشیدن خب هیچ کسی تلاش نمیکنه. عین نفس کشیدن شده برام. صبح بیدار میشم بامه. با دوستام همش در مورد همین داستان حرف میزنم خیلی زیاد. بعد هر کار جانبی هم که انجام میدم برای بازیگری. از یه جایی به بعد پیانو رو برای به نظرم هر کاراکتری یک ملودی داره و آدم ملودی رو میشنوه یاد اون شخصیت میفته. برای نقشام استفاده میکنم و میسازم یه جورای آهنگ انگار میسازم برای اون کاراکتر. اون دوره‌ای که کار کلاسیک میزدی یه رپرتوار مشخص داشتی؟ یعنی یه سری قطعات بود که میزدی؟ بله بله. چی بود؟ از شوپن میزدم، از باخ میزدم و اسم قطعاتش یادم نمیاد چون خیلی قطعات و خیلی هم علاقه نداشتم واقعا. و مجبوری میرفتم مامان و بابا و خب. پدر و مادر هم در کار هنر نه. بودند نبودند؟ نه. چرا ازدواج نمیکنی؟ من اولویتم نیست. نه اولویتم الان همین بازیگریه. من باید برسم. خب آره حتما. ولی به نظرت اخلالی ایجاد میکنه زندگی گیره. مشترک خیلی زیاد وقت گیره. وقت گیره؟ بله بله. من ترجیح میدم که بیشتر وقتم رو بذارم. خیلی خوب. الان چه کار میکنی؟ ما درگیر دوتا اجرای تئاتر بودیم، بعد که به خاطر وضعیت فعلی کرونا نتونستم. تمرین قطع شد. آره تمرین قطع شد. قرار بود که توی تابستون اتفاق بیفته. و جایزه بهترین بازیگر رو در تئاتر گرفتی؟ کاندید شدم. کاندید شدی برای چه کاری؟ اژدها که بیضه‌ای. آها. و خیلی اجرای خوبی بود. تقریبا 5 سال پیش فکر. 5 سال پیش. و 3 تا فیلم اکران نشده داری؟ بله بله. که تازه بازی کردی دیگه. بله. از هیولا بگو. یعنی در واقع هیولا چون شکیب جان بازیگر بسیار معروف و درجه یک تئاتر بود تا قبل از هیولا، هر جاشو من اشتباه میکنم بگو. و خب با هیولا خیلی خیلی دیده شد به خاطر اینکه خودش خیلی درخشان بود. بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ یعنی واکنش مردم خیلی عالی. بخاطر همین گفتم خیلی دوستشون دارم. بخاطر اینکه خیلی واقعا به ما مردم لطف دارن خیلی زیاد. و برای هیولا من یه روزی بعد از استرالیا تازه برگشته بودم، بعد یه اجرای تئاتری هم داشتیم به اسم تهوع، اقتباسی از رمان بله سارت، و اجرا تموم شده بود، موهام زرد بود چون برای اون اجرا گیریم هم نشسته بودم و دیدم که موبایلم داره زنگ میخوره. سیف شده بود افشین هنرمند و من گفتم افشین هنرمند کیه دیگه. زنگ زدم و گفتم که خب بهتره بس آشنایی ندم افشین هنرمند. برداشتم زنگ زدم و افشین گفتش که سلام، من افشین آقایی هم شکی بیادته و اینا. من گفتم اه بر کات. گفتش که یه دونه سریال مال آقای مدیریه و بیا یه روز. رفتم و یه قسمتی از داوود رو خوندم و همونجا واقعا عاشقش شدم. خیلی زیاد. و اون شد که از اونجا اومدم بیرون. بعد رفتم ناصر خسرو و امیدوارم اون کسی که الان داره حالا با من خیلی کمک کرد، امیدوارم برنامه رو ببینه، ازش تشکر میکنم. رفتم دستیار یه داروفروش شدم جدی. 2 روز وایستادم و به خاطر اون نقشی که باید بازی کنی 2 روز وایستادم و دارو فروختم. باورش هم نمیشدم بازیگرم. میگه بارا بابا. گفتم آقا من به خود دارو. میگه بابا پروژه بازیگرم. من اینا رو نمیدونستم. خب وایستادم اونجا خیلی چیز دیدم، نه اینکه از اون گرفته باشم، اون شخصیت رو کپی کرده باشم یا الهامی ازش گرفته باشم، نه. توی اتمسفرش که قرار گرفتم خیلی یعنی اون چیزی که من نشون دادم کم بود. خیلی یه چیزایی من دیدم اونجا واقعا عجیب غریب، از نحوه چای خوردن، نحوه نشستن، حرف زدن، خیلی وحشتناک.
روش کار کردم تمام شد و بعد من اصولا همینجوریم، برای هر نقشی تحقیق و کارو و با اون نقشه زندگی میکنم. با همون نقشه داشتم زندگی میکردم میکردم رفتم شمال، رسیدم شمال، افشین زنگ زد گفت فردا فیلم برداری. همونو برگشتم دوباره تهران و فیلم برداری شد و بعد دوباره برگشتم شمال و بعدش دیگه بعد این سریال پیشنهادهای زیادی داشتی. بله بله، فیلم آقای قاسم خانی خوب بجل فدو که خیلی زیاد ناراحت هم سرش، چون خیلی از فیلم حذف شد تو خیلی سریال شدید و اونجا هم نقش خیلی خوبی داشتم، خیلی نقش خاصی بود. به خاطر اونم 10 روز رفتم توانبخشی عمل در ولنجک چون نقشم میطلبید. بعدش فیلم انفرادی آقای عطیابی که اونم خیلی دوست دارم، خیلی نقش خاصی، و در نهایت هم اعتمادی که مجید توکلی و علی اوجی و آقای سردیپی به من کردن برای فیلم عروسی مردم که کاراکتر اصلی هم اونجا بود. چقدر خوب. و خب در نهایت همه اینا رو مدیون واقعا اعتماد شما هم در ابتدا، چون داوود خیلی کم بود و بعد خیلی زیاد شدی. آره آخه خیلی فوق العاده بودی و هستی. من خب برای اون نقش چون مهم بود به هر حال، با اینکه کوتاه بود، بعدن وقتی که شکیب جان بازیش کرد ما تصمیم گرفتیم این نقش رو بیشتر کنیم و گستردش کنیم به خاطر بازیگری که داره اون رو بازی میکنه و اونجوری شد، در واقع یکی از اصلی ها شد. ولی خب یه سری فیلم از دوستان گرفته بودن، مثلا 50 نفر شاید که هر کدوم یه تیکه رو بازی کرده بودن، اصلا هی رد شد. خیلی هم بازیگره خوبی تو اون تست بودن، ولی تا شکیب شروع کرد حرف زدن گفتم اینه. یعنی خیلی فوق‌العاده است به نظر من بازی شکیب. خیلی و قراره که بازیگر نقش‌های کمدی باشی؟ من یک ببخشید کوچه مشکل دارم با این کلاً صحبت یا و با این حرف، نه به خاطر گفته شما، نه کلیه، یعنی همه جا میگن کمدی یا جدی. نه من اینو نمیگم چون کمدی یا جدی اصلا ما رفتی به بازیگره نداره. دقیقاً. ولی بعضیا دوست دارن که بیشتر کار کمدی بازی کنن تا جدی، منظورم این بود. من برام فرق واقعا نمیکنه به هیچ عنوان، جفتش به نظرم بازیگرم و باید بتونم که نقش خلق کنم، هر چی اصلا فرق نمیکنه. الان 3 تا فیلمی که کار کردی کار جدی هم توش بوده؟ توی خوب بد جلف 2 که جدیه اینجاش، برای فیلم انفرادی هم جدیه و فانتزیه، یه جور عجیبیه، ندیدم هنوز فیلمو ولی کاراکتر خیلی، و برای فیلم عروسی مردم هم مابینه. و آره، ولی 3 تا از همدیگه کاملا منفکم و این خیلی برام خوبه. بسیار عالی. چرا ازدواج نکردی؟ چرا باید ازدواج؟ نمیدونم. خوبه دیگه، هستیم همینجوری خوب. آره هستیم دیگه. ملاکات چیه؟ چیا؟ ملاکات چیه؟ برای ازدواج؟ آخه عشق دردآوره. دردآوره؟ زجر داره. نرسیدنه قشنگتره به نظرم. زمینیه من نظرمه. یا درد و رنج و عذاب و همه اینا از عشق به وجود میاد دیگه. یعنی خوبه آدم که عاشق باشه و درد و رنج و عذاب بکشه و نرسه. بله این قشنگتره. نه اینکه بگم مازوخیست دارم. مازوخیست مال 1 دقیقه اینجوری که گفتی. ولی قشنگتره که نرس. بله قشنگتره. خیلی خوب. چند تا بله یا خیر؟ بله بفهم. شهرت برات مهمه؟ سرسر نه. آره خیلی دوست داری همه دنیا بشناسنت؟ بله فکر میکنی ویژگی یک بازیگر بینون مللی شدن رو داری؟ در تلاششم. خیلی مغرور میشم بگم آره که بله. آدم قدردانی هستی کلن در زندگی؟
خیلی آره. انتقاد پذیری؟ بله. خودت رو آدم مهمی میدونی؟ منظورم در حرفه نیست فقط کلا، به طور کلی. بله من. بله. و زندگی رو جدی میگیری خیلی؟ در مورد کار. آره. یه جوری گفت آره که اون وسطه. آره. از کارایی که تا حالا کردی پشیمون نیستی؟ اصلا. تا حالا از شهرتت سوء استفاده کردی؟ نه. 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 کسی هست که بهش خبطه بخوری؟ کریستیانو رونالدو. چرا؟ آخه احساس میکنم قبطه به اون معنی نه. چون به نظرم ذاتی نبوده فوتبالش. ببخشتم توضیح میدم. نه نه. به نظرم ذاتی نبوده فوتبال براش. تلاش کرده. تلاش خیلی زیادی کرده و الان خیلی تاپه. تا حالا شده کسی نشناسه تو رو و بخوای بهش بگی که بازیگری بهش بفهمونه؟ نه. 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 فضای سینمای ایران حرفه‌ایه؟ آره. تقریبا یعنی. یکی از کسانی که توی بازیگری خیلی، اگر همچین آدمی هست که خیلی ازش الهام میگیری یا گرفتی؟ بابا خیلی زیاده. زیاده. نمیتونی یکی دو تا بگی. اینجوری انگار خیلی مثلا خواستم و خیلی چیزم. نه اینجوری نیستم. من هر چی که دارم میگم در تلاشم که به این ایدئالا برسم واقعا. و بله خیلی زیادن. میت بگم؟ آره. دنیل دی لوئیس، جک نیکلسون، دنیرو، آل پاچینو، گری اولدمن و اینها. جنس تمام این بازیگرانی که گفتی جنس بازی خاصیه. بله بله. یعنی منظورم اینه به لحاظ روانی تمایل به این نوع بازی داری حتما؟ نه. به نظرم چون خلق کردن و ماندگار شدن. مثلا هیث لجر هم بازیگر جوکر، اونم خلقیه که اتفاق افتاده و ماندگار شدن به خاطر این جنس خلقی که اتفاق افتاده براشون. نمیدونی منظورم چیه؟ گری اولدمن معمولا نقشایی که بازی میکنه خصوصا در مثلا لئون خیلی یاقی و نقش منفیه. جک نیکلسون همینطور به شدت مغرور و کل شق و فلان. آل پاچینو که از همه اینا دیوانه تره. دنی لوئیس همینطور. یک انرژی تو اینا هست که یه یاقیگری تو اینا هست و یک اوسیانی تو اینا هست. هیچ بازیگر آرومی نام نبردی. میخوام بگم شخصیت خودت به اینا نزدیکه که نام بردی. نه 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 به اون معنا. این که انرژی دارن تو بازیگری خیلی واقعا. انرژی ما. آره خیلی زیاد. به نظرم هر چیزی رو داره انرژی شکل میده دیگه. فیزیکم. و فقط بازیگر آمریکایی نام بردی. آخه من تو بچگی هم میگم تو بچگی مثلا وقتی که میخواستم بازیگری رو شروع کنم اصلا اول فیلم‌ها اینا رو دیدم. و بعدن رفت به سمت جلو. جانی دپ ملوئه نیست. نه. نه پس شاید واقعا همین بازیگر اینجوری. خب تو که اونور دوره بازیگری رو فرا گرفتی تفاوت سیستم اونور با اینور خیلی زیاده؟ نه. نه. نه نه واقعا. اونور بهتره، اینور بهتره. من میتونم اینجوری بگم که خب تو دانشگاه ایران واقعا دانشگاه خوبیه. یعنی با خیلی از کسایی که اونورا بودن توی رشته‌های مختلف دیگه که صحبت می‌کردیم از نظر سواد و سطح علمی دانشگاه ایران خیلی، یعنی مثلا توی چون من لیسانس چیز توی دبیرستانم ریاضی خوندم، توی پیش دانشگاهی وقتی که با ما انتگرال سگانه رو گفتن اونجا بچه‌های ریاضیشون تو لیسانس تازه انتگرال یاد می‌گیرن. یعنی ما خیلی از چیزا رو از قبل می‌دونیم. یعنی اگه لیسانس داریم وقتی که میریم اونجا چیزایی که در مورد فوق لیسانس هست هم یه سررشته‌ای داریم، نمیگم کامل میدونیم. یعنی از نظر سطح سواد و علمی خوبه دانشگاه ایران، ولی یکم از نظر سیستماتیک به نظرم ضعیفه. در مورد بازیگری هم امکانات خیلی زیادی داشتن که این خیلی به چشم میومد. انتگرال سه گفتی؟ سگانه. سگانه. انتگرال سگانه به چه درد انسان در زندگی؟ من چون با ریاضی مشکل دارم میگم انتگرال سگانه رو من چیکار کنم؟ برعکس مشتقه فکر کنم. اون چیه؟
اون مشتق به چه درد ما خورد؟ واقعا نه به خود من تو که رشتت بوده بگو، من که رشتم نبوده نمیدونم. عذاب میکشیدم واقعا، عذاب میکشیدم. 7 سالم طول کشید مشتق فقط یاد بگیرم و سگانه. چرا؟ 10 سال دیگه خودت رو در چه نقطه‌ای میبینی؟ من دوست دارم به اون هدفی که میخوام برسم. امیدوارم که برسم. چیه؟ اون مشخصاً چیه؟ نمیگم که بشه. آه. اگه وقتی در مورد صحبت کنم به نظرم نمیشه. چون هر وقت هر چی برنامه ریزی کردم که بشه اصلا کلان 360 درجه. نگو پس. نگو، من خودم برم حدس میزنم. چند تا کلمه میگم حست رو بگو با یه کلمه یا جمله. موسیقی سنتی. ای متوجه شدم. هیو جکمن. به به. بذار غیر امریکایی بگم. توشی رو میفونه. ژاپنی‌ها خیلی دوست دارم. دوست داری؟ بله بله. لینو ونتورا. نمیشناسمش. اینا چیزن دیگه. ملو، آروم، عمیق. تو من خیلی این درونگرا. مثلا چیز ببخشید واسه صحبتتون توشی رو میفونه نه ها. اشتباه نشه. لینو ونتورا رو میگم. خب دیل لوئیس هم خیلی بازیای درونگرای. آره ولی همیشه در حال انفجار، یعنی کوه آتش این هست. بله بله. آره. کتاب به خاطر کار تحقیقیم خیلی زیاد، مقاله های مختلف، روانشناسی، فلسفه، بیشتر به سمت شرق چون خیلی اصیل تر و خیلی درست‌تر اونها، ولی رمان و اینا خیلی کم. کم. بله. ولی هر روز روزانه است اصلا. تلویزیون؟ نه زیاد نه. اسکیت؟ به خدا اگه اسکیت به من بدی یه بار از اینجا بیام تا اونجا زنگ میزنید میگید که اسم منو بزن جا چارلی چاپلین. افتضاحم. یعنی هیچ استعدادی ندارم. چرا؟ یعنی اصلا امکان داره 180 یه کارایی اصلا امکان داره من با اسکیت کنم اصلا خودم نمیم. مشتق که بهتره. چیه اصلا؟ اسکیت خیلی من خیلی اسکیتم خوبه میدونی؟ چون بچگی هم اسکیت داشتم هم اسکیت بورد از این یه تیکه تخته ای ها شبانه روز کارمون این بود مانع بذاریم به پری ما از این قرتی بازی ها. اصلا اون موقع ما این کارا رو میکردیم. مثلا من 14 سالم بود 13 سالم بود 12 سالم بود. الان خیلی فیلماشو نشون میدن که از رو مانع میپرن و اینا، ولی اون موقع بیشتر اسکیت بود، یعنی برای هر دو پا نه تخته ای. و با اون یه کار عجیب غریبی میکردیم. یه بار سرم شکست کامل. دو بار سرم سر اسکیت شکسته. از دوران شریط بگو. یه بار ماشین رو 13 سالم گواهینامه نداشتم دیگه بهتم ماشین رو برداشتم شب رفته بودم کلید ساخته بودم از رو سویچمون. بعد بابام بعد بابا اینام خوابیدم. من ماشین رو برداشتم زنگ زدم پسر خالم. گفتم اسمش آرش. گفتم آرش ردیفه. دادم 5 دقیقه دیگه دم در روش. سوار شدم و زدم دنده اومدم و بلند 3 صبح بود. بلد بودی؟ یاد گرفتم یه شبانه کاملا. بعد زنگ زدم گفتم آرش بیا و موزیک و بگو و بخند و اینا. تو نیاوران رفتم روی دستانداز کف ماشین گرفت. بعد دیدم یه چیزی تو ماشین روشن شد. گلف مدل 78 بود نقره‌ای. بعد سربالای پارک جمشیدی داشتیم میرفتیم بالا، هی دیدم شتاب داره کم میشه وایساد. بعد انقدر نمیدونستم پیاده شدم کاپوت زدم بالا آب ریختم رو ماشین. هی همینجوری واشر سر سیلند سود. اصلا افتضاحی شد. فردا بابا اینا میخواستم برن زنجان صبح، بعد مدرسه ما جمعه و تعطیل بود. یه دونه وانتی رو پیدا کردیم گفتیم آقا تو رو خدا جون مادرت. هیچی هم پول نداشتم. ماشین من ببر بذار اونجا این چیزه من کارتم و فردا به پول میدم 17,000 تومان. گفت باش. آورد ماشین رو گذاریم همون ماشین هل دادیم تو ماشین کلن ترکید. من رفتم خونه پسر خالم اینو خوابیدم. 7:30 صبح تلفن خونه خالم اینو زنگ خورد. فهمیدن جرواجر هم کردم پای تلفن. بعد این یکی از شر
کاری هم. و عضو رسمی بازیگران انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر هستی؟ تهران. تهران. بله بله. عضویت در این انجمن چه مزیتی داره؟ چیزی داره؟ هیچ امتیاز خاصی نداره که بگم مثلا به من کمک میکنه. و تئاتر رو میخوای همجوری ادامه بدی در کنار فیلم؟ بله بله. یا سریال؟ ها. بله بله. اولویتی وجود نداره برات؟ نه. بین اینها؟ نه نه. کسی هست که دلت بخواد باهاش همبازی بشی؟ آره خیلی زیاده. سه تاشون رو نام. یکیشو که البته که از بچگی خیلی دوست داشتم، این آرزون برابر داشت، آقای اصلانی بود واقعا. فرهاد اصلانی؟ بله بله. خب شکیبایی که خدا بیامرزه، روحش شاد. بعد فرهاد اصلانی هم روحش شاد. آه زنده است فرهاد. اشتباه کردم ببخش. حالا فرهاد جان اسمت اومد، دعوت میکنیم که مهمان ما در دور همی باشیم. بله. چند تا جمله میپرسم با یه کلمه جواب بده. اگه ورزشکار بودی چه ورزشی رو انتخاب میکردی؟ فوتبال. اگه خواننده بودی چه سبکی رو انتخاب میکردی؟ بلوز. بلوز؟ بله. بله. اگه سیاستمدار میشدی کی میشدی؟ هیچ کس. نه. علاقه ای نداری؟ اصلا. با گفتی بلوز، با بلوز هم میزنی نه؟ با پیانو. نه نه. چرا؟ اصلا روش کار نکردم. خیلی خوبه. خب بازیگر نمیشدی چی کار میکردی؟ مشتق میگرفتی؟ بازیگر نمیشدم، شاید میدویدم. دونده میشدم. دونده؟ آره. یه چیزی بگم راجع به همین مشتق و انتگرال سگانه. آره. من خیلی ها ممکنه معترض بشن که آقا چرا میگی؟ خب رشته ریاضی، رشته فیزیک بسیار مهمه در جهان و در آره به خدا میدونم، من نمیفهمم که باهاش شوخی میکنم. یه وقت بسیار با ارزشه، هم رشته ریاضی، هم فیزیک، هم مشتق، هم انتگرال سگانه، همه چی. اینا هر چی اگه نباشه جهان اصلا نمیچرخه. من چون نمیفهمم اصلا اون مغز رو ندارم، برای همینه که شاید حسودیم میشه. شاید اگه یه جای دیگه زندگی میکردی کجا بود؟ ویلز. ویلز، چقدر خوب. اگر الان اینجا نبودی کجا بودی الان؟ راست میگی اینو؟ آره شمال. شمال؟ آره. از جایگاهی که در اون هستی چقدر احساس رضایت داری؟ خوبه. آره آره. میخوام ببینم، میخواستم اینو بگم، توی این شرایطی که زندگی میکنیم به اندازه‌ای که تلاش کردی نتیجه گرفتی؟ نه 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 واقعا. این رو حاصل چی میدونی؟ یعنی دلیل این چیه به نظرت؟ به نظرم اصلا واقعا خب چیز نیست. یک سیستمی وجود نداره که یک سری از اتفاقات دیده بشه. فکر میکنم من خیلی آدم خوششانسی بودم، اینو دارم جدی میگم، چون خیلی ها هستن که خیلی خوبن ولی اصلا فرصت واقعا ندارن. حتی خب یک بار یه فرصتی باشه جلوی دوربین بیاد طرف، بعدم بگم بازیگر بدیه. بسته شده احساس میکنم. یعنی بسته شده احساس میکنم یه توپه دست 10 نفره، این توپ رو به هم پاسکاری میکنن، بعد از چند تا فیلتر رد میشه، یکی میاد تو دایره شون برای توپ بازی، به اونم یه توپی میدن، میگن حالا تو هم میکنم بازی، دوباره خودشون بازی میکنن. کسی که میرسه به یه جا همون جا میمونه. اصلا دیگه احساس خطر نمیکنه که شاید این زیر یه سریا باشن که اگه بیان بالا شاید نابودت کنن واقعا، انقدر که خوبن، انقدر که آتش دارن، انقدر که تشنن واقعا، کارایی که کردن رو میتونن نشون. یکی از اتفاقات اساسیش به نظر من همینه که سیستمی وجود نداره که بشه کشف کرد یک سری از آدم ها رو. به نظرم یکی از چیزهای اساسیش میتونه تست دادن باشه. آخه چرا نه؟ وقتی که آدم نگاه میکنه که دیکاپریو میره تست میده برای یک فیلمی، دیکاپریو که دیگه دیکاپریو، که آیا خوبه یا نه. جک نیکلسون وقتی که میره تست میده برای جوکر، آیا خوبه یا نه. هست. الان اگه به بازیگر ایرانی بگی تست، میگه برو بابا من که خوبم. و توی اون تسته که به نظرم یهو یه کسی میاد، بعد خب آدمایی که بالا هم خطر میکنن دیگه، ریز ریز.
و اونا هم مجبور میشن کار کردن کار بکنن خودشون تلاش کنن خیلی قشنگ میشن وقت الان این خیلی وضعیتی که تو تئاتر هم هست خیلی زیاد ما توی تئاتر هم همینه دیگه تا میری توی سالن تا میخوای اقدام کنی کیه بازیگرت کیه خب تو متن رو بخون تو ببین چیه کار تو ببین چطوری میتونی اصلا آیا جذاب کار آیا تماشاگر میاد بازیگرت کیه نه آقا ببخشید برو برای سال 1403 به خدا آره یه زنجیره ناسالمه در واقع که این باعث میشه که بازیگره مهم بشه چون قراره بفروشه بله چرا بله. بفروشه چون قراره که سرمایه گذار پولش برگرده چرا باید پول اون برگرده چون خصوصیه چرا فلان یعنی این زنجیره ناسالمه بله. پشت هم و همه چیز رو ناسالم میکنه و اختلال ایجاد و مثلا خب توی خارج از ایران این اتفاق هست از فیلمایی که توی یا سریالایی که توی تلویزیونشون پخش میشه بازیگرشون اصولا شناخته شده نیستن و بعد از طریق اون سریال شناخته میشن مثلا فرار از زندان مثال خیلی تو چشم نبودن بعدش یهو این اعتماد این سرمایه گذاریه و بله. هر سری چیزهای جدید میاد بله بله این تفاوت هاست دیگه چیزی هست که نپرسیده باشم بخوای از اینجا بگی راجع به هر چیزی نه عالی خیلی مرسی واقعا خیلی ممنون که اومدی مرسی از شما به احساس خوشبختی داری بیرونی درونیه دیگه یا ارضای درونی باید باشم یا ارضای بیرونی ارضای بیرونی نیستم ولی ارضای درونی هستم فهم میتونم بگم 70% از خوشبختم بسیار عالی شکیب جان شجره خیلی دوست داشتنی و مهربان و بازیگر درجه یک واقعا و فوق العاده پرتلاش و پر از انرژی و دوست داشتنی و و و خیلی چیزا این تایمی که با هم کار کردی من خیلی کیف کردم امیدوارم که همینطور درخشان و درخشان تر هر روز خیلی مرسی واقعا خیلی و بهترین ها رو برات آرزو میکنم مرسی خیلی ممنونم خیلی عزیزی مرسی خیلی متشکرم خیلی خیلی بشینم نزدیک شما خب در ادامه یه بحث لطافت سخن که گفتم سعدی چجوری میگفته کاش در مواجهه با مسئولین هم مراقب لحن و جملاتی که استفاده میکنیم باشیم چون اگه مراقب نباشیم احتمالاً پشت پرده زندگیمون ممکنه فاش بشه مثلا اگر مسئول میگه گوشت کیلو 90 تومنه بگید بله همینطور اگه گفت هر روز داریم استیک رایگان میدیم دم خانه هموطنان عزیز بگین بله همینطوره لطفاً برای ما رو یکم برشته تر بردارین خوشبختانه مسئول مربوطه هوشیار بود تا مجری گفت گوشت گرونتر از ایناست که شما میگین مسئول گفت لابد شما تو محله های خوب زندگی میکنین حتما جاهای خوب گوسفند رو میخورید که گرونتر میدن بهتون میدونید که گوسفند جاهای خیلی زیادی داره یه جاهایی هست که موقع پاک کردن دنبه و استخوانشو که در میارین دیگه هیچیش نمیمونه میتونید دستاتون رو بشورید برید بخوابید همه اینها رو که شما میتونید با قیمت مناسب تهیه کنید اما اگه از گوشت گوسفندی انتظار گوشت گوسفندی دارید اون دیگه مشکل خودتونه اصلا باید بررسی بشه که یک گوینده چجوری تونسته بره محله های بالا زندگی کنه که چشمش به گوشت کیلوی 120 تومن بیفته الان مطالبه اصلی مردم اینه که هرچه سریع تر به این پرونده ها رسیدگی بشه اتهام دو نقطه زندگی در محله های خوب و آشنایی با جاهای خوب گوسفند شاکی دو نقطه جامعه حمایت از پوست و استخوان و دنبه گوسفندی کامنت های شما رو بخونیم بازم
مدیری دیگه باشگاه نمیای، نمیبینمت. مدیری رسیدیم به اردیبهشت، این شهاب سنگه چی شد؟ من از اون روز که گفتی استعفا دادم از کارم. بی سواد، بی تربیت، بی شعور. تو رو نمیگم، بلاکم کرد، مجبور شدم اینجا بنویسم. مدیری من این 1,000,000 وامو که بگیرم خیلی ها رو زخمی میکنم. بعدی انقدر دستامو شستم کووید 19 شده 13.5. مدیری هرچی میگردم شماره تو پیدا نمیکنم، دیگه میخوام دنبال آدرست بگردم. ای کاش کرونا پول کلون بود، خود به خود تو ایران ناپدید میشد. مدیری خیلی وقت نگات نمیکنم، اصلا فهمیدی؟ واقعا دیگه نمیشه همه چیزو شست، اومدم ماستو بشورم دوغ شد. خب یه خانم یا آقا؟ آقا بفرمین. و خانم بفرمین. بفرمین. لطفا لطفا. خب شغل شما قربان؟ کارمند شرکت خصوصی است. کارمند شما خانم؟ خانه‌دار هستم. خانه‌دار. ماجراهای تام سایر اثر کی؟ شنیدم ولی الان یادم نیست. همچنان مارک توین. در اتومبیل رانی واژه پروفایل به چه معنیه؟ لای کشیدن. لای کشیدن؟ یارو پروفایل میکنه. دند عوض کردن. نه. دستی کشیدن. نه. دیواره های لاستیک رو میگن. تمیز کردن دیواره های لاستیک؟ نه گفتم همین دیواره های لاستیک. حیوانی که 22 ساعت در روز میخوابه. کوالا. کوالا. کتاب شاهزاده و گدا. یعنی خیلی خانم از حضورتون در جمع گرم ما ممنونم. یعنی شاهزاده و گدا رو نگم خیلی زشته. اصلا حضور ذهن ندارم. شاهزاده گدا. اولشو میگی؟ اولشو بگم؟ میگم اینو نگم خیلی زشته چون هم همون دوباره مارک توین. خب؟ دیکتاتور بزرگ. کی ساخته؟ ساخته. شاید اینم مارک توین باشه. سوالی تخصصی میپرسه مدیری. فیلم دیکتاتور بزرگ رو کی ساخته؟ خیلی اصلا تخصصی نیست. چاپلین. چاپلین. هیتلر. بله. در بازی بسکتبال به خوردن زمین توپو میزنن به زمین بلند میشه چی میگن؟ دبل. دبل. رانینگ. رانی اون هلوه. یه داره آخره شما مدیر. پایتخت امارات خانم. آقای مدیر اینجوری با من صحبت ابوظبی. یعنی من چجوری صحبت کردم؟ نه پایتخت امارات رو من میگید یعنی دیگه خیلی باورتون میشه حضور ذهن ندارم الان امارات هم بگم؟ اب نداره. ابوظبی ایشون نقاشی که گوش خودش رو برید. الان میگم داوینچی؟ داوینچی؟ اون یکی من خودم نقاشم. اون یکیش میشه میکلانج ولی نه. اون یکیش هم نیست که مشکل روحی روانی داشت. بله. دیگه ون ونگوک. ونگوک ایش را صافظ بخور. رسید مژده که ایام به غم نخواهد ماند، چنین نماند چنین نیز نخواهد. چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد. بگی چما برامون از حافظ سعدی. والا من یه شعر حفظ کرده بودم نمیدونم از کی. آقای مدیر بگی. یارب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج به بیگانه و خیشان نشوم. بی منت خلق خود مرا روزی ده، تا از در تو بر در ایشان نشوم. بسیار عالی. قشنگ بود گفتم. بسیار عالی. این رو کجا خوندین؟
اینو همین تو دبیرستان حفظ کرده بود. از همون موقع. از اون موقع. خیلی خوب. خانم بهتر بودن؟ آقا بهتر بودن؟ بله تعداد آقایان بیشتر. خود من خوبه آقای مدیری. بله شما عالی. اب نداره نه کلا میگم کاری به عالم. بله خیلی ها میان اینجا استرس پیدا میکنن و ولی قبلی دوتا دادید خواهشن دوتا بدید. دوتا چشم بفرم. خب حرف آخرمون اینه که اینو قبلا گفتم بازم تکرار میکنم، خیلی گفتم، برای خلاص شدن از شر وضعیت فعلی باید هوای قشر کم درآمد جامعه رو داشت. پولدارها که اغلب دارن کار میکنن و مشکلی با قرنطینه شدن ندارن، مشکل اصلی اون به اصطلاح دهک های پایین درآمدی ان که مجبورن برای امرار معاش فعالیت خطرساز خارج از منزل رو داشته باشن. برای نجات بشریت باید برای یک بار هم که شده همونطور که هوای پولدارها رو داشتیم هوای بیپولها رو هم داشته باشیم. فکر میکنم فقط با این نسخه است که میشه دنیا رو نجات داد. میشه از تغییر عادتهای پیش پا افتادمون شروع کنیم. مثلا تا حالا به جوکهای بیمزه پولدارا میخندیدیم، از این به بعد یواش یواش به جوکهای بامزه فقرا هم بخندیم. یا مثلا بیپوله که میره پیاده روی، نه که نداره تاکسی سوار شه، بعد پول داره که میره پیاده روی بگیم آفرین. این به تناسب اندامش خیلی اهمیت میده. بی پوله تو جمع سیگار در میاره میگن نکش بی فرهنگ، پول داره سیگار در میاره 40 فندک زده میشه. کار سختی نیست برای مبارزه با نجات پرستی هم از همین جاها شروع شد. آروم آروم تغییر میکنیم و بعد کم کم میرسیم به مسائلی مثل توزیع عادلانه ثروت و امکانات. رسیدیم به جایی که اگر هوای گرفتارها رو نداشته باشیم دیگه حق انتخابی وجود نداره. از حق انتخابمون استفاده نکردیم و حالا مجبوریم خودمون رو تأخیر بدیم. خیلی ممنون که کنار ما بودید. متشکرم. امیدوارم که روزهای بهتر رو هرچه زودتر ببینیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر. خدا حافظ. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون.